بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و عليه علیه و نسلی و نسلم على البشیر النذیر السراج المنیر العبد المعید الرسول المسدد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصران و و عینا حتی تسکنه ارزکته و عا و تمتعه فیها طویلا اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و اخوفکم من عقابه خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا حریم نگهداری برای خداوند دارم مولا علی علیه السلام در موعظه‌ای ای فرمود فعفق ایها السامع من سکرتک ای شنونده یعنی نه فقط اونایی که پا منبر من نشستید حتی اونایی که بعدا این حرفا رو میشنوند از مستی دنیا به هوش بیایید و من قفلتک از قفلت بیدار شو و ما قدم تلیام تقدم علیه قدن اون چه الان پیش بفرستی فردا بر آن وارد خواهی شد اونچه چه الان پیش فرستادی در صندوق ذخیره خدا ثبت میشه نمازت عبادتت روزه است قرآنت خدمت به مردمت هر چی داری ثبت میشه فردا که هیچ کس هیچ نداره جز عمل بهتون تحویل میدن خطبه 153 نهج البلاغه در خطبه قبل عرض کردیم که ما انسان ها معمولا با یادها و خاطراتمون زنده ایم صفا میکنیم از خاطرات خوبی که هر کس برای خودش داره قرآن هم در این عرصه به یاد تکشه میکنه چون سبک زندگی قرآنی محور بحث ماست در این عرصه هم قرآن بر یاد تأکید داره یاد اول یاد خداست که در خطبه قبل از یاد خدا گفتم یاد دوم یادآوری نعمتهای خداست در حدود هفت یا هشت آیه قرآن وذکرو نعمت الله علیکم داره های خدا هم یادتون نره چهار نکته قرآن در باب نعمت ها داره که هر نکته از شایسته بحث های طولانی است ولی بنام بر اختصاره نکته اول این است که ما غرق نعمت های خداییم هر نفسی که فرو می رود و بیرون می آید نه تنها دو نعمت که ده آن نعمت و صد نعمت بگم بینهایت نعمت و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها سوره ابراهیم آیه سی و چهار سوره نحل آیه هجده ما غرق در نعمت های او هستیم از نعمت اصل وجود و از نعمت سلامتی و از نعمت های بیرونی و از نعمت های درونی دو اینکه همه نعمت ها از خداست سوره نحل آیه پنجا و سه و ما بکن من نعمتن فمن الله همین که اینجا با آرامش نشستی با سلامتی نشستی داری انجام میدی وظیفه عبادی سیاسیت رو این نعمت خداست الحمدلله و ما بکم من نعمت فمن الله نکته سوم قرآن بر چهار نعمت تکشیه داره که این نعمت ها از یادتون نره یادآوری میکنه به همه به دیندار و بیدین حواستون باشه نعمت های خدا از یادتون نره سوره احزاب آیه نو یا ایوها الذین آمنوذ کرو نعمت الله سوره فاطر آیه سه یا ایه الناس همه مردم توجه داشته باشید به نعمتهای خدا به خصوص این چهار تا نعمت یکی نعمت هدایت و حادیان الهی آمدند انبیا جلودار ما شدند راه گم نکردیم گم گشته نشدیم سوره بقره آیه 231 و نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الكتاب و توجه به این داشته باشید خدا دستتون رو گرفت به بیراه نرفتید و از قال موسا لقومه یا قوم اذکرو نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیاء خدا رو به یاد بیارید نعمت های خدا از جمله همین که انبیا برای شما آمدن و راه رو به شما نشان دادند، این یه نعمت نعمت دوم نعمت وحدت نعمت همدلی و از کرو نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فالف بین قلوبکم به بنعمته اخوان صد سال با هم می اوس و خزرج صد سال یک قرن چه مظلوم هایی که در این حادثه ها کشته شدند خدا این نعمت رو با وجود پیامبر عنایت شد به شما دو قبیله کوس و خزرج نام داشت یک ز دیگر جان خوناشام داشت کینه های از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا اولا اخوان شدن آن دشمنان همچو اعداد انب در بوستان و المؤمنون اخو به پند در شکستند و تن واحد شدن سه نعمت دفع توتعه ها یا ای الذین آمنوز کرو نعمت الله علیکم از هم قوم ان یبسطو علیکم عنکم هم هم فکف به یاد بیارید توتعه هایی که پیش روی شما بود و میخواستن نظامتون رو براندازند جنگ قومیت ها جنگ تحمیلی توتعه منافقین آدم کش توتعه کودتاها توتعه های ها, فتنه ها همه اینا دست خدا بود که از سر شما دور کرد نیز سوره احزاب آیه نه چهار نعمت آزادی از شر سلطه ستمگران و از قال موسا لقوم هذکرو نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون کم سوء العذاب و یذبهون ابناعكم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم سوره ابراهیم آیه شش یادتون بیاد فرعون بر شما مسلط بود روزتون رو تبدیل به شام سیاه کرده بود انواع شکنجه ها و آزارها پسرهاتون رو نمی یقتلون ابناکم نیست یوزبهون مثل حیوان سر می بریدند. مثل حیوان سر می پسرهاتون رو دخترهاتون هم به عنوان کنیز می گرفتند پنجاب و هفت سال سیاه بر این ملت شبه اینها بود شکنجه های قرون وسطایی در زندان ها بود حالا انشالله در خطبه دوم فرصت بشه برکات انقلاب رو برای شما میگم قرآن میگه این نعمت آزادی که به برکت اسلام به دست آوردید این نعمت رو فراموش نکنید پس نقطه سوم یاد نعمت های خداوند هست این یاد شما رو به شکر با می داره. پس نقطه اول غرق نعمت های خدایی نقطه دوم همه نعمت ها از خداست نقطه سوم نعمت های خدا از یادمون نره و نقطه چهارم راز مندگاری نعمت شکر خداست بندگی خدا نعمت ها رو از او ببینیم و صرف کنیم این نعمت ها رو در راهی که او گفته و از تعزن رب لئن شکرتم لعذیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید شکر کنید سی و سال انقلابتون رو نگه داشتم و انشاء الله تا انقلاب حضرت مهدی باقی خواهد ماند و خدای ناکرده اگر کفران شد نه نعمت گرفته می شود که بماند و لئن کفرتم ان عذابی لشدید مجازات هم خواهید شد خب این اذکرو نعمت الله انشاءالله در خطبه بعد یاد اولیاء خدا رو در محضر شما خواهم داشت اما فاطمیه اول روز چهارشنبه بود و فاطمیه دوم که سه جماد ثانی است کشور اطر فاطمه را داره و داغ فاطمه را امیر در عمر بیش از شهست سالش شبهای سختی به خود دید ولی اگر از خود علی بپرسید سختترین شبهای عمرتون چه شبی بود تردید ندارم به شما میگوید شبی که به تنهایی فاطمه و غسل دادم باریک الله به شما عاشقان اهل بیت با یک اشاره میرید به مدینه شبی که تک و تنها فاطمه رو غسل دادم کفن کردم به خاک سپردم خدا میداند بر من چه گذشت این جمله علی کافی است برای اینکه نشون بده چی بر علی گذشته فرمود اما حزنی فسرمد سرمد به معنای ابدی است یعنی فاطمه جان تا ابد داغدارتم در دل تابوت جان حیدر است در دل تابوت جان حیدر است هستی و تاب و توان هیدر است او پی تابوت زهرا میدوید نه بگو تابوت او را می کشید وای بر من مردم یا زنده ام قبر تو یا قبر خود را کندم گویی آن شب مخفی از چشم همه هم علی تشیی شد هم فاطمه ناله زد که با وفایار علی ای چراغ چشم بیدار علی همسرم دستی برون از خاک کن اشک از رخسار حیدر پاک کن بار دیگر یک دعا کن از درون جان حیدر با نفس آید نفسي هلا زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع زفراتي السلام عليك يا فاطمه الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوفر فصل لربک ونحر ان شانئك هو الابتر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرَهَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى فاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَعَلَى الْإِمَامَينَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدِ الشَّبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الهجة القائم اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا أوصيكم عباد الله بتقوى الله و اخبفكم من عقابه خودم و شما خوبان رو به تقوای الهی دعوت میکنم در همون خطبه 153 نهج البلاغه هست امیر المؤمنین فرمود ز فخرک فخر فرورشی رو کنار بگذار من چنینم من چنانم پدرم چنین بود خاندانم چنین بود نه آقا جون گر پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل وح تو کبرک اینقدر منم منم نکن اینقدر خودتو بزرگ نبین یک بیماری ساده تو را از پا در میاره دست قدرت خدا رو مدام ببین ناچیز بدان خودت رو در برابر قدرت خداوند و در برابر بندگان خدا و از کر قبرک فا علیه قبر تو یاد بیار بدان چه بخواهی چه نخواهی از آن عبور خواهی کرد و به عالم قیامت وارد خواهی شد خداوند انشاءالله همه این یادها و یاداوری ها رو در جان ما زنده نگه بداره روز پنجشنبه نوزده بهمن روز اعلام همبستگی همافران با انقلاب اسلامی و دیدار تاریخی آنان با حضرت امام از روز عجیبی بود اون رجعی که رفتند اون سلامی که به نایب امام زمان دادند من معتقدم اون روز کمر تاغوت شکست اون روز رژیم شاه مرگ را به چشم دید عزیزان نیروی نیروهای مسلح ما نیروی هوایی که نوزه بهمن روز نیروی هوایی است و دیگر نیروهای ارتش سپاه بسیج نیروی انتظامی این عزیزان ما پیوسته بازوهای پرتوان این ملت بوده هستند و خواهند بود و ما به وجود این عزیزان مباهات و افتخار می کنیم سه تحلیل آماده کردم امیدوارم در این بیست دقیقه وقت بتونم از این سه تحلیل بگم مهمترین هاش رو اول میگم دو تحلیل خارجی دارم و یک تحلیل داخلی اما تحلیل خارجی راهبرد امریکا در ایران و راهبرد و استراتژی امریکا در کشورهای اسلامی دیگر هست امریکایی ها استراتژیستاشون چون میدونید اونایی که رئیس جمهور میشن اینا در حقیقت آدم رو تابلوی اونها هستن تریبونن پشت صحنه دیگرانن برنامه ریزی دارند برای امریکا و یک خط را هم دنبال کنند گاه یک نفر دموکرات میارن گاه یک نفر جمهوری خواه ولی بازیگر اونان اونان چهار مطلب رو در رابطه با ایران قبل از روی کار آمدن اوباما گفتند اگر ایران این چهار کار رو انجام بده ما روابطمون با ایران حسنه خواهد شد و اگر این چهار کار رو انجام نده باید به سمت براندازی بریم اولین کاری که مد نظرشون بود مهار کردن ایران در عرصه ای انرژی ای است در این عرصه آن چه که شد شد من تحلیلی ندارم در این عرصه ولی به امریکایی ها میگم نظام اتفاق داره مسئولین نظام اتفاق دارن که مطلقا مذاکره مجدد اصلاح برجام تطمیم برجام تکمیل برجام اتفاق دارن که اتفاق نخواهد افتاد این راه برد قطعی ماست شک نکنند درش دو کاهش قدرت موشکی ایران تا اسرائیل این رژیم قاسب خیالش راحت باشه به سراحت و شفاف میگویم که ما به دستور قرآن و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل در عرصه سیاست بازدارندگیمون هر چه بتونیم موشک تولید میکنیم و هر چه بخواهیم بردشو بالا میبریم در این عرصه با هیچ کس مذاکره نمی کنیم و به هیچ دولتی هم حق فضولی نمیدیم. و وزیر خارجه فرانسه و دیگران از گوششون بیرون کنن اگر میخوان برای این بیان مذاکره کنن جوابش پیشا پیش همین است که شنیدید سه گفتن ایران دست از حمایت حزب الله و فلسطین بردارد به فضل خدا ایران دست بر نداشت بر نمی دارد ما حزب الله رو یک گروه با شرف با غیرت مدافع حریم وطن می دانیم و مبارزان فلسطینی را مبارز با اشغالگران می دانیم هم قرآن و هم قانون اساسی به ما میگه از اونها حمایت کنید و به حمد به این وظیفه عمل کردیم و عمل میکنیم و عمل خواهیم کرد چهار گفتند ایران اگر مانع تشکیل خاور میانه جدید خاور میانه بزرگ نشود ما رابطه را حسنه میکنیم مقصودش امریکا این بود که بیاد چد خدای منطقه باشه به فضل خدا تو دهنش زدیم او لبنان در مشت میخواست نشد عراق در مشت میخواست نشد سوریه در مشت میخواست نشد خاورمیانه بزرگشون را اینها به گور خواهند بود و نخواهند دید از این چهار تا درخواستشون در حد اقل سه درخواستشون کاملا ناکام 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 شدن رو آوردن به عرصه براندازی رئیس جمهور روانیشون میگه براندازی وزیر خارجهشون میگه براندازی رئیس سیا میگه براندازی هر کاری که از دستمون بر بیاد علیه ایران انجام میدیم ما هم به فضل خدا هر کاری علیه امریکا از دستمون بر بیاد انجام بده حد اقل اقل, اقل, اقل این است که فریاد مرگ بر امریکا تنین انداز سر در این کشور خواهد شد وارد فاز براندازی شدند در این فاز براندازیشون یک جدولی رو ترسیم کردند که خانه های زیادی داره من چهار تا از خانه های این جدول رو محذرتون بگم خانه اول این جدول این است که برای آسیب زدن به نظام رأس قله این نظام یعنی ولایت رو هدف قرار بدیم اینا به سراحت گفتن و گفتن که ما باید شیبمون رو به این سمت ببریم ولایتی که امنیت کشور مدیون تدبیر او تدبیر او داعش را ساقط کرد و خطر را از بیخ گوش بشریت برداشت تدبیر او بود که نگذاشت اسرائیل جدید در منطقه شکل بگیره در خانه اولشون میخوان اینو پر کنند که شیبشون رو شیب اهانت به رأس نظام قرار بدن متاسفانه در این عرصه برخی از رؤوس فتنه سال 88 به کمک امریکا آمدند و میخواهند این خانه را هم باز اونها پر کنند در حالی که هرچی شما توتعه میکنید علاقه مردم ما ارادت مردم ما بیشتر میشه هفته قبل خطبه خوندم تا اینها رو گفتم شما گفتید خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست خانه دوم خانه دوم این جدول عبارت است از ناامید کردن مردم مردم احساس کنن همه چی به هم ریخته قطعا چنین نیست و همدلله همه چی سر جای خودش هست با این رهبر دلسوز با این خادمان ملت که در هر سه قوه خدمت به مردم میکنند به حمد این مشکلات را حل خواهند کرد و مشکل گره باز نشده نخواهیم داشت جدول سوم ایجاد آشوب و ناامنی خانه سوم این جدول هست در این ارزم برخی از کانال ها در فضای مجازی آتش بیار ما گفتیم باز کنید باز فتنگری ها شروع میشه و ملاحظه میفرمایید این شیاطین در فضای مجازی و نادرن در هر مناسبت مقدسی شرارت کنن من در خطبه اسبق گفتم تو این اقتشاشات اونهایی که فریب خوردند با رعفت اسلامی با اینها برخورد میشه امروز میخوام دو نکته بر اون نکته اضافه کنم یک اونهایی که بازی خوردن فریب خوردن تنبه به اونها بدید بیدارشون کنید تعهد بدند دیگر شیطنت نکنن تعهد بدن دیگر سیاهی لشکر اقتشاشگران نشن نه این که بیایید نازشون کنید مسئول محترم بیاد مصاحبه کنه همه آزاد شدن این ناز کردن عزیز من تنبه به اینها بدید خوشیارشون بدید فکر نکنن کار خوبی کردن حرف اینه میخوای رعفت کنید رعفت کنید اما نازشون نکنید یه جوری که آدم احساس نکنه تنها دقدقه بعضی ها آزادی اختشاشگران اومدید تو خیابون گول خوردید شعار علیه نظام دادید شلوغ کردید شهر رو باید بفهمید که بد کردید پس رعفت آری همراه با تنبه دو نکته دوم این است که به همون اندازه که مهر دارید رعفت دارید باید خشم مقدس در برابر لیدرهای اختشاش داشته باشید بایستی در برابر آتش افروزان معرکه اونها که مردم را تحریک کردن به خیابان تحریک کردن حوزه را بسوزانند مسجد را بسوزانند حسینیه را بسوزانند سازمان تبلیغات را بسوزانند شورای هماهنگی تبلیغات را بسوزانند باید با اینها با قاطعیت علیوار برخورد کنی در دو خطبه نهج البلاغه خطبه چهل و سه و خطبه پنجاب و سه امیر المؤمنین میفرماید بر خورد نکردن من با سران فتنه با سردسته جنگ سفین به مسابه کفر خطبه چهل و سه و لقد ضربتو انف هذا الامر و اينه و قلبت زهره و بطنه فلم عرفی الا القتال اول کفر بما ما جاء به محمد امیر المؤمنین میگه دو راه پیش روی منه یا با این باقی و یاقی سردسته جنگ سفین بجنگم یا کافر بشم من کافر نمیشم یعنی با قاطعیت باید با سران فتنه برخورد کرد یه حرفی را در فتنه 88 گفتم بار دیگر اون حرف رو تکرار میکنم در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به, به خیابان بزنه به, به کشه آتش بزنه باقی و حکم باقی در فقه ما اعدام است سریح قرآن است فقاتل التی تبغی حتی تفیع علی امر الله این دستور سریح قرآن است پس مهر مقدس آری همراه با تنبه خشم مقدسم اگر امنیت میخواهیم چه میخواهیم جز از این دو راه نمیگذرد مهر بجا و خشم بجا ارحم الراحمین فی موضع الاف و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النقال و النقمه اقتشاشات و ناامنی از جدولهای ترسیم شده امریکا برای براندازی است که نخواهند توانست چهارمین خانه این جدول تشدید فشار اقتصادی است به فضل خداوند مردم ما تا الان ایستادن از این به بعد هم خواهند ایستاد و یقین دارم این مردم امریکا را در این عرصه هم ناکام خواهند گذاشت راهبرد امریکا در منطقه ماند راهبرد امریکا در منطقه آن است که منطقه را ناامن نگه دارد تا رژیم صهیونیستی خیالش راحت باشه داعش را دارن به افغانستان منتقل می کنند تا به اهداف سیاسی و اقتصادیشون برسند عربستان این ولی اهد خام و نپخته عربستان داره عربستان را مثل یکی از ایالتهای امریکا قرار میده خروجی مسافرت ترام به عربستان این بود که با هم قرار گذاشتن عربستان اون جایی که کعبه و حرم پیامبر در آن است بشه مثل یکی از ایالت های امریکا اخیرا دستور داده ورود شراب آزاد فساد آزاد فحشا آزاد اونم جنایتشون در یمن در بحرین تبدیل شده به یه زندان بزرگ پیرمرد رهبر معنوی مردم بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم رو سلب تابعیت کردن یعنی اعدام معنوی بیمار مریض اجازه درمان نمیدند و به زندان محکومش کردند قاضی خائن قاضی دین فروش دیروز ده ها حکم اعدام ده ها حکم حبس ابد رو صادر کرده اگر قرار باشه از بحرین یک نفر سلب تابعیت بشن اون آل خلیفه خائن هستن اصلا بحرینی نیستن بیابانگرد راهزن هجازند آمدن با توتعه انگلیسی ها سر کار آمدن اینا باید سلب تابعیت بشن ولی به اینها در دهه فجر اطمینان میدم که سرنوشت شما سرنوشت شاه هست و به فضل خدا دیر یا زود مردم بحرین با سقوط شما جشن آزادی را خواهند گرفت خون مظلوم از بین نمیره خون مظلوم از بن صخر جوانه میزند بر تن بیدادگرها تازیانه میزند بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته